دوستان درود به شما. به شریشو خوش آمدید. صبح که از خواب پا میشیم یک مش اخبار از همه جای دنیا میاد جلوی چشم ما. دریغ از یک خبر خوب و امیدبخش. این روزا هم که ماشاءالله از هر جای دنیا مرتب خبرهای بد و ناامید کننده میاد. اگه از کسی راجع به دلخوشی و امید بپرسی میگه ای بابا دلت خوشه؟ چه امیدی؟ اصلا دلخوشی سیری چند؟ البته امروز ما با دوست عزیزی گفتگو داریم که خودش از بدترین تونل تاریک ناامیدی در اومده و خورشید امید به زندگی او تابیده. خب با خانم آذر زیامنش هستیم که ایشون از مرکز مشاوره روانپویا هستن. سلام آذر جون، خیلی خوش آمدی به برنامه ما عزیزم. سلام شهره جون، من خوشحالم که در خدمت شما هستم و خوشحالم که میبینم اتون. مرسی از دعوتی. مرسی عزیزم، خیلی خوشحالم که صورت زیباتو میبینم و خیلی خوشحالم که سرحال و سلامت میبینمت. و قبل از اینکه شروع کنیم به اینکه چی شد و چه ها شد، بیاد یه مقدار در مورد خودت صحبت کنیم که خودتو معرفی کنی. دوستان ونکوور شما رو میشناسن، ولی برای سایر دوستانی که شما رو نمیشناسن خودتو معرفی کن تا بریم به سوی گفتمان صمیمانه خودمون. خواهش میکنم. همونطور که فرمودید اسم آذر زیامنشه. سابقه 23 سال کار مشاوره و روانشناسی دارم، چه در ایران چه در اینجا، جمعا بیشتر از 23 سال. مرکز مشاوره رو تأسیس کردم اینجا ونکوور کانادا و داریم کار میکنیم با خانواده ها و زوج ها و افراد. متأهلم، دو تا بچه دارم، ازدواج کردم و بکاشونم و در خدمت شما الان. خب عزیزم، تعریف کن ببینم آیا شما بار دیگه متولد شدی؟ یکم سوال سختیه، ولی کن بر اساس این اتفاقایی که افتاده ظاهرا من دوبار متولد شدم. یه بار از مادرم متولد شدم حدود بیش از 50 سال پیش و وقتی که دچار سرطان شدم، این پیوندی که دو ماه پیش گرفتم گفتن که روز تولد مجدد شماست. بر اساس اون میتونم بگم دوبار متولد شدم که دو ماه پیش، یعنی دو ماه هم الان اگر بخوایی بگیم من نوزادم بر اساس چیزی که دکتر گفتن که الان دیگه شما این تولدتو بیشتر جشن بگید تا تولد مادریتو. ظاهرم از نظر بیولوژی که من دوبار متولد شدم. و این سعادتی بوده برای من که تونستم پیوند بگیرم از برادرم و دوباره برگردم به زندگی. چی باعث شد که برگردی به زندگی؟ چی شد که در واقع چه چیزی درون تو جرقه زد؟ چه خورشیدی تو درون تو بود که گفتی من باید برگردم به زندگی؟ شاید واقعیتش اینه که من اصلا انتظار نداشتم که این بیماری رو بگیرم. نمیگم چرا گرفتم، اصلا هیچ وقتم نگفتم و نخواهم گفت، برای اینکه اگر بخوام چرا بگم خیلی چیز هست که باید به داشته هم چرا بگم. چرا اینو دارم؟ چرا این زندگی رو دارم؟ چرا این بچه ها رو دارم؟ تو کانادا دارم پول زندگی. پس اون چرا رو من اصلا کلا گذاشتم کنار. چرا سرطان گرفتم اصلا به ذهنم نرسید، ولی که انتظار نداشتم چون اصلا علائم خاصی نداشتم. وقتی دکتر تشخیص گذاری کردن، من اصلا به خاطر تست کرونا رفته بودم، به من گفتن که شما باید بستریش بیمارستان. هر 3 ساعت تست خون گرفتم و تشخیص گذاری کردن که من سرطان خون دارم. همونجا من اول خندیدم، واقعیتش اصلا باورم نمیشد. گفتم شوخی میکنی دکتر؟ گفت نه، متاسفانه تو خونت یک چیزای دیده شده و آب نرمال، خیلی طبیعی نیست خونت. از همونجا من فرستادن جنرال هاسپیتال و شیمی درمانی ها شروع شد و من گفتم که اولین جمله که به ذهنم رسید گفتم این دیگه چه آزمایشیه، من حتما از این یه درس بزرگی خواهم گرفت، یه پیغام داره برام.
اولین سوال صحبت تو ذهنم این اتفاق افتاد. برای همین اولین گام بعد از این مسئله پذیرش این که من مریضم. بله. نه جنگیدم در درجه اول، نه زمین و زمان رو به هم بافتم، نه گله کردم. پذیرفتم که مریضم. این پذیرش رو من یاد گرفتم، برای اینکه پذیرش گام اول برای اینکه بتونیم مواجه بشیم و سازگار بشیم با شرایط تا بتونیم از پس طرف بعدی. برای همین وقتی که این اتفاق افتاد فکر کردم که حتما باید بپذیرم تا بتونم پروسه درمان رو شروع کنم. درمان برای من سختی و فشار بیشتر نیاره. از اینجا شد که من فکر کردم که این هم یه جریانیه که من باید توش برم، این روند رو طی کنم تا به سرمنزل مقصد برسم. اینو میگم به اصطلاح و درست سختی داشت، خیلی سختی داشت. دوره شیمی درمانی واقعا سخت بود. یه مثالی تو ذهنم میومد که مثل این که مثل پوره سیب زمینی انگار آدم له میکنن، دوباره باید خودتو بسازی. و این سختی داره واقعا، ولی خب تونستم تا الان توان بیارم دیگه. من واقعا خوشحالم که انقدر روحیه استوار و قوی داری و انقدر امیدوار هستی به زندگی و عشق به زندگی داری، عشق به اطرافیانت داری، به دوستانت داری، که واقعا تونستی با این چالش بزرگ مبارزه کنی. و خوشحالم که برادرت از ایران تونسته بیاد و این کمک رو بکنه که شما بتونی پیوند رو در واقع بزنی و الان در واقع ریشه‌کن شده این مریضی از شما. درست میگم؟ بله. خب اون که دکترها گفتن دیگه این تموم شده، ولی دوره ریکاوریش یکم طولانیه دیگه. ببین، به عنوان یک مشاوره، کسی که خودش کارش این هستش، انسان ها با در واقع چالش های زیادی تو زندگی در واقع بهشون مراجعه میشن و بهشون میخورن. ما تو این چالش ها به یه سری تغییراتی در عزاز شخصیتی برای خودمون پیش میاد. حالا افراد چگونه میتونن با این چالش ها مبارزه کنن؟ مخصوصا چالش های عظیمی مثل سرطان، مثل مریضی هایی که واقعا درمانش خیلی سخته، یا چالش های زندگی که واقعا نمیشه آدم باهاش کنار بیاد. به نظر شما از درسی که خودت آموختی و از زندگی که برای خودت پیش اومد، چه چیزی رو میتونی الان به عنوان، حالا نمیتونم بگم نصیحت، ولی به عنوان مشاوره به اونهایی که دارن این چالش رو طی میکنن بگی؟ خواهش میکنم. یکی از چیزهایی که شاید من لزوم میدونم اینجا بگم اینه که در دو بود ما میتونیم وقتی که با چالش ها و مشکلات و بحران های برخورد میکنیم رفتار بکنیم. اولین گامش شیوه و طرز تفکر ماست. چگونه زندگی رو معنا میکنیم؟ فلسفه زندگی ما چجوریه؟ من به 5 اصل معتقدم و اونا خیلی به من کمک کردن. یکی این که رنج بخش جدای ناپذیر زندگی انسان هست. در طول تاریخ همیشه رنج بوده. از بعد به دنیا آمدن ما رنج نفس کشیدن که ریه هامون باید تطابق پیدا کنه با شرایط جدید، رنج مدرسه رفتن، رنج دانشگاه کنکور دادن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، همه اینا در عین شیرینیش و کامیابیش رنج هم داشته. نه تنها برای ما، برای همه. در طول تاریخ بشر ابنای بشر همیشه با رنج دست و پنجه نرم کردن. زندگی و رنج انگار با هم عجینه. این یک اصل مسلم من همیشه اعتقاد دارم که وجود داره. دومین اصلی که اعتقاد دارم این که هیچ چیز پایدار نیست، همه چیز در حال تغییره و ثابت نیست. پس بنابراین این هم تموم میشه، هرچند که بعضی سرطان ها بیر تشخیص داده میشن، متاسفانه عواقب خاصی دارن، آسیب زاتر. ولی در مورد خود من این شکل سرطان همه میگفتن که اگر پیوند مناسبی وجود داشته باشه امکان برگشتش خیلی 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 ضعیفه.
پس بنابراین این اعتقادم دارم که همه چیز در حال تغییره و این تغییر اتفاق افتاد در من. چون اعتقاد داشتم مطمئنم بودم که این حالت به وجود خواهد اومد و این سرطان در من به عنوان یک مهمان ناخوانده ثابت قرار نخواهد گرفت. پس بنابراین این اعتقادم به من خیلی کمک کرد. سومین اصلی که من اعتقاد دارم اینه که واقعا خیلی وقتا حوادث و رویدادات قابل پیش‌بینی نیستن. ما طراحی زندگی خیلی زیاده. مثلا همین که من رفتم تست کرونا بدم، اصلا قابل پیش‌بینی نبود که به من بگن سرطان خون داری. همینطوری یهو گفتن که تو سرطان خون داری. پس پیش‌بینی کردن هر چیزی، حتی وقتی که طراحی دقیق انجام میدیم، برنامه‌ریزی دقیق انجام میدیم، بازم بعضی وقتا اتفاقایی میفته که ما اصلا نمیتونستیم پیش‌بینی کنیم. پس بنابراین باید آماده بود برای این تغییرات، برای سورپرایز در واقع. گاهی وقتی سیبلیتای زندگی چون با درد هم رو دیگه درست. چون اصلی که بود داره و خیلی هم مهمه اینه که گاهی وقت اطرافیان ما، دوستان و عزیزان ما، فرزندان ما با ما با مهربانی و عشق ورزی رفتار نمی کنن. گاهی وقتا شاید خودشون هم نمی دونن ولی نامهربون میشن. باید بپذیریم که اونا هم انسانن و گاهی وقتا اونا هم بجونه حوصله نداشته باشن. پس بنابراین میتونن که بعضی وقت با میل ما رفتار نکنن و حتی دل ما رو بشکنن، ولی نهایتا جز دوستان و اطرافیان ما، عزیزان ما هستن، بچه های ما هستن. پس بنابراین وقتی هم که اتفاقی میفته حمایت ها رو داریم، ممکنه گاهی وقت حمایت هم نداشته باشیم. پس بنابراین بر اون باید آماده باشیم. آماده بودن برای اینکه بعض وقت ناملایمات اطرافیان رو ببینیم کمک میکنه که راحت در عبور کنیم از این درد یا رنجی که شامل ما میشه. پنجمین اصلیه که تو زندگی و تو جزء قوانین هستی هم هست، واقعا همه چیز عادلانه تقسیم نشده و زندگی با ما عادلانه رفتار نمیکنه. شما فکر کنید که یه فرد تو آمریکا به دنیا میاد، کانادا به دنیا میاد، یه فرد تو اتیوپی به دنیا میاد که حتی از بس قادر ندارن نمیتونه نا نداره مگس رو از صورتش بزنه کنار. پس بنابراین ما انتظار همیشه عدالت رو از زندگی و محیطمون نباید داشته باشیم. گاهی وقتا حق ما بی‌عدالتی اتفاق میفته. این از نیاز تفکره. در رابطه با مواجه شدن با مشکلات و چالش ها، گاهی وقتا ما تغییر رفتارهایی رو همزمان با تغییر شرایط باید بدیم. اگر مثال اصلیش من بخوام بگم این که اصلا این کرونا یک درس بزرگی به همه ما داد. اگر شرایط کرونایی اتفاق افتاد، اگر ما روش های قبلی رو استفاده میکردیم که سبک زندگیمون بود، واقعا جواب نمیداد. برای اینکه کرونا موقعیت ها رو خیلی عوض کرد، شرایط رو عوض کرد، محیط رو عوض کرد، سیستم ارتباطات رو عوض کرد، خیلی اذیت شدن. ولی اونایی از نظر روان دچار مشکل نشدن که تونستن سازگاری با شرایط رو داشته باشن و روش های جدید و رفتارهای جدید از خودشون نشون بدن. مثلا تو تنهایی خودشون برای خودشون برنامه‌ریزی کردن، تو تنهایی خودشون تصمیم گرفتن که چگونه ارتباطات از طریق تکنولوژی رو یاد بگیرن. در نتیجه تونستن از پس این مسائل بربیان و چون سازگاری اتفاق افتاده کمتر آسیب دیدن. بله، پس نتیجه میگیریم که با پذیرفتن شرایط و موقعیت ها و آماده بودن برای چالش ها و توقعات خودمون رو کمتر کنیم و توقع نداشته باشیم از دیگرانمون و سعی کنیم که خودمون با چالش ها مبارزه کنیم و اون چالش ها رو با امیدی که خودمون به زندگی داریم کمش کنیم. خیلی پنج نکته جالبی بود و نظران که بهش اشاره کردی. مرسی. من فکر میکنم که بیاییم اینطوری جمعه‌مون رو تنظیم میکنیم که با چالش ها همراه باشیم. من که تایید کنیم و اجازه بدیم چالش ها رو ما غالب بشن، بلکه با همه هم باشیم میتونیم راهکارهای جدید رو ابداع کنیم بسته با این چالش های محیطی هماهنگی بیشتری داشته باشیم تا کمترین آسیب ها رو در زندگی خودمون وارد بشه از طرف چالش ها. پس بنابراین هماهنگ شدن و سازگاری با چالش ها و بحران های زندگی که خارج از کنترل ما متاسفانه نمیتونیم کنترلشون کنیم، سازگاری کردن و هماهنگ شدن بهترین راه برای کمتر آسیب میتر. بله آذر جان، امید به زندگی از کجا میاد؟
میشه گفتش که امید یکی از سرمایه های روانی انسانه. همه ما انسان ها سرمایه های اقتصادی داریم، سرمایه اجتماعی داریم، سرمایه انسانی داریم، از یک سرمایه روانی هم داریم. یکی از ابعاد سرمایه روانی امید داشتن. امید داشتن نه ژنتیکیه نه مادرزادی، بلکه اقتصادی. ما یاد میگیریم چون یک نوع طرز تفکره و یک نوع نگاه به زندگیه. پس بنابراین امید داشتن رو ما باید تمرین بکنیم. سه تا بود در امید داشتن. اینکه یکیش اینه که ما بتونیم طراحی هدف بکنیم، یعنی هدف چینی بر اساس واقعیت زندگیمون انجام بدیم. این بود اولی. بود دومش برنامه ریزی و طراحی مسیرهای رسیدن به هدفه. ما چه مسیرهایی رو باید واقع بینانه باید باشن، چه مسیرهایی رو باید طی بکنیم تا به اون هدف که برنامه‌ریزی کردیم بهش برسیم و طراحی کردیم بهش برسیم. حتی ممکن بر اساس این باشه که گاهی وقتی ما انقدر باید انعطاف هم داشته باشیم که تو مسیر موانع و محدودیتایی رو اگر دیدیم بتونیم تغییر مسیر بدیم و این تغییر مسیر کمک میکنه که تاب‌آوری ما در راه رسیدن به اون اهدافمون خیلی بیشتر بشه و راحت تر بتونیم به اهداف ما برسیم. به قول اینجا هم پلان ای داشته باشیم هم پلان بی. کاملا کاملا مرسی از تذکر بجات. سومین بودش اینه که ما ایجاد انگیزه بکنیم در خودمون و انگیزه رو تقویت بکنیم. چون اعتقاد داریم که هدف ما بر اساس واقعیت ها تنظیم شده، به خودمون امیدواری بدیم و توانایی انگیزه رو بالا ببریم و در مسیر و تداوم مسیر و حرکت کردن در مسیر رو برای خودمون بیشتر بکنیم. هرچند که ممکنه گاهی وقت خسته بشیم، گاهی وقت ناامید بشیم، ولی در حالت شمای کلی اگر در نظر بگیریم این سه ابعاد رو بر اساس شیوه امیدانه نگاه کردن یا امیدوار نگاه کردن به زندگی و مسائل اگر بررسی بکنیم، ما میتونیم کمک بکنیم که امید در ما شکل بگیره و امید داشتن تقویت بشه و بتونیم به زندگی یک جور دیگه نگاه بکنیم. پس در نتیجه ما باید پلن داشته باشیم، مسیرها رو تعیین کنیم، محدودیت خودمون رو محدودیت شرایط رو بسنجیم و شناسایی بکنیم و انگیزه خودمون رو تقویت کنیم. حالا برای کسی که واقعا براش سخته که با چالش ها و مشکلات زندگی روبرو بشه، مثلا دیپرس میشه یا دوری میکنه از آشناهاش، از خانوادهش، خودخوری میکنه و بیشتر توی خونه میخواد باشه، بیرون نمیخواد بره، نظر در مورد این آدم ها چی جوریه و چطوری میتونن اون آدم ها مسیر زندگیشون رو عوض کنن و به زندگی امیدوار بشن؟ کاملا شاید تو خیلی نکته مهمی رو اشاره کردیم. اتفاقا من میخواستم اینا توضیح بدم، شما خیلی قشنگ گفتید. وقتی که انسان ها با درد و بحران مواجه میشن معمولا سه نوع رفتار از خودشون نشون میدن. یکی این که دوست ندارن تجربه های هیجانی منفی خودشون رو مواجه بشن، میخواد فرار کنن از تجربه هاشون، غمش رو نمیخواد ببینه، خشمش رو نمیخواد ببینه، دردش رو نمیخواد ببینه، پس فرار میکنه، تجربه سالم هیجانی رو نداره. و یکی از بزرگترین مسائلیه که باعث میشه که آسیب روانش بیشتر بشه، همون به طرف افسردگی حرکت میکنه. دومین مسئله اینطوری فکر میکنن که چقدر من تنهام، چقدر از افراد دور افتادم، من این درد رو فقط دارم. و در نتیجه اصلا همونطور که شما گفتین حالت انزوا در پیش میگیره و خودشو منزوی میکنه و نمیخواد تو جمع حاضر بشه، چون فکر میکنه یه چیزی وجود داره که دیگران ندارن، شاید درکش نتونن بکنه. و سومین حالتی که وجود داره و اتفاقی که میفته وقتی که با سیلی واقعیت روبرو میشیم، به خودمون بیشتر بدرفتاری میکنیم، نامهربون میشیم، با خودمون سرزنش میکنیم، خودمون رو قضاوت میکنیم، خودمون رو در نتیجه ممکن اثر به خودمون حمله میکنیم با سرزنش کردن ها، با خودمون رو خودزنی روانی من اسمش رو میذارم، خودگویی های منفی با خودمون داریم و خودمون رو زیر سوال میبریم که آسیب روانی بیشتری به خودمون میزنیم. پس در نتیجه آدم ها معمولا این رفتار از خودشون نشون میدن تو شرایط بحران ها. بر اساس صحبت هایی که کردم، اگر ما از نظر شیوه تفکر و فلسفه زندگی اون پنج اصل رو در خودمون ایجاد بکنیم و نوع نگاه به زندگی رو بر اساس اینکه
موارد بیرونی و شرایط بیرونی و اتفاقات بیرونی خارج از کنترل منه، من نمیتونم دخل و تصرفی داشته باشم. وظیفه من شیوه پاسخ دادن به این بحران هاست و مشکلات و چالش ها و یا درد ها و یا اتفاقاتی که میفته، وظیفه من شیوه پاسخ دادن که در اختیار منه. پس بنابراین من میتونم شیوه پاسخ دادن رو طوری تنظیم کنم که اجازه ندم مشکلات رو من سوار شه. پس من لازم میگم مهارت های کوپینگ رو، مهارت های مقابله با مشکلات رو، که چگونه با مشکلات دست و پنجه نرم کنم، به جای اینکه بگم که چرا این اتفاق افتاد، نباید میافتاد، چرا من معمولا میگم که چرا رو تبدیل کنیم به چگونگی، به جای اینکه احسن بشم. در واقع وقتی به چگونگی تبدیل میشه، خود مغز ما دنبال راهکار میگرده. تو چرا گفتن ها ما استاپ میکنیم، یعنی انتظار ندارم این اتفاق بیفته، چرا اتفاق افتاده، مبارزه میکنیم، میخوایم به جنگی که نباید اتفاق بیفته. چرا برای من اتفاق بیفته، مگه من چه فرقی دارم با آدمای دیگه؟ بله متوجه. این خیلی ها میگن، اینو خیلی ها میگن متاسفانه. در نتیجه اگه چرا رو تبدیل به چگونگی بکنیم و چه کار میتونم بکنم، ذهن ما رو سوق میده اصلا به مسیری که راهکار بسازیم، راه حل‌های جدید، حتی ممکن از دیگران کمک بگیریم، یک راه حل باشه از دیگران کمک بگیریم. ذهن ما رو سوق میده تو این مسیر، در نتیجه ما میتونیم به مشکلات فائق بیان و چالش ها رو مسلط بشیم بهشون و سازگاری بیشتری داشته باشیم تا کمتر آسیب ببینیم. من چقدر خوشحالم که تمام نکاتی که الان داری میگی در زندگی خودت همه رو تک تکش رو عمل کردی و الان جلوی من نشستی و استوار و محکم داری این صحبت‌ها رو می‌کنی تا بینندگان ما هم از این گفتمان شما ارزش ببرن، یعنی واقعا خیلی ارزشمند صحبت‌های شما عزیزم. من میدونی همیشه به خودم گفتم که خب آدم ها با هم دیگه متفاوتن و یه انسانی هست واقعا از روحیه یه خیلی قوی برخورداره مثل خودت، ولی یه انسانی هست که واقعا روحیه یه ضعیفی داره و سریع تو زندگی میبازه، مثل همین اتفاق اخیری که الان یک سال و نیمه که هممون باش درگیریم، برنامه کرونا و مریضی کرونا. خیلی ها دیپرس شدن، خیلی ها حالا عزیزاشون رو از دست دادن و مشکل بوده زندگی براشون. به نظر شما حالا به عنوان یک مشاور، به عنوان که کسی که چالش های زندگی رو خودش مبارزه کرده، اون انسان ها چجوری میتونن واقعا خودشون رو تغییر بدن و از این حالت دوگانگی در بیان بیرون؟ این سوال خیلی مهمی اشاره جون، مرسی که شما کردین این سوال رو، برای اینکه واقعا خیلی وقتا چون ما بلد نیستیم با شرایط چگونه مواجهشیم، اجازه میدیم که شرایط به ما فشار بیشتری رو وارد بکنه، در نتیجه ممکنه به قول شما دچار افسردگی بشیم، دچار استرابی بیش از حد تو زندگی بشیم و گاهی وقت خودمون رو اینقدر منزوی میکنیم که دوچندان میشه آسیب‌های روانی ما. من فکر کنم این مقدر رو بگم، یکی از بزرگان جبران خلیلی رو خیلی مطرح میکنه، اینکه بعضی چیزا رو ما تحت کنترل خودمون داریم، ما میتونیم بعضی چیزا رو کنترل بکنیم، بعضی چیزا اصلا تحت کنترل ما نیست و خارج از کنترل ماست و ما نمیتونیم دخل و تصرفی داشته باشیم، و بعضی وقتا گاهی وقتا ما نمیدونیم چه چیزی رو میتونیم کنترل کنیم، چه چیزی رو نمیتونیم کنترل کنیم، شاید کنترل نسبی داشته باشیم بشیم. اولین گامی که ما لازم توی این مسیر برداریم اینو متوجه باشیم که هر چیز رو نمیتونم کنترل بکنم، پس من توان کنترل شرایط بیرون رو اصلا ندارم. کرونا میاد بدون اینکه از ما اجازه بخواد، بدون اینکه به ما هشدار بده، بدون اینکه آگاهی بده که مثلا ماه بعد من میام سراغتون، یهو میاد به جهان رو واقعا قفل میکنه. در نتیجه پس مسائل بیرونی خارج از کنترل ما هستن. وقتی خارج از کنترل ما هستن، در واقع اینطوری بگیم که واقعیت‌ها با ما قصد و غرضی ندارن، واقعیت اتفاق میفتن. میبینیم که واقعیت همینه، واقعیت ها من نمیشناسه که بگه من با تو مشکل دارم،
ولی تمام جهان رو درگیر کرد کرونا. در نتیجه آدم ها بر اساس نوع پتانسیل شخصیتیشون و پتانسیل فردیشون شیوه های برخوردشون متفاوت بود، کشورها متفاوت رفتار کردن. اونجایی که نتونستن واقعیت کرونا رو درک بکنن و سهل انگاری کردن، کشته زیاد دادن. پس بنابراین کسایی تو شرایط بحرانی میتونن دووم بیارن که بتونن سازگاری بیشتری رو داشته باشن. قبل از سازگاری پذیرش واقعیت رو داشته باشن، پذیرش این که کرونا تحت کنترل من نیست، ولی چیزی که تحت کنترل منه شیوه یا رفتار من با کرونا است که من نمیخوام مریض بشم. پس وقتی آگاهی داده میشه که بهداشت جسمانیتون و بهداشت روانیتون رو چطوری نگهداری بکنید در برابر کرونا، اگه من سهل انگاری بکنم طبیعتا کرونا بر من مسلط میشه و ببینید که چقدر کشته داده این بیماری. در طول تاریخ هم ما میبینیم که همیشه مشکلات بوده و افرادی باقی موندن و تونستن از پس مشکلات بر بیان که سازگاری بیشتری داشتن، پذیرش کردن، راهکارهای جدید رو بر اساس پتانسیل خودشون ایجاد کردن و تونستن خلاقیت خودشون رو به کار بگیرن و شرایط جدید مقابل من نمیگم کردن، بلکه همراه شدن تا اجازه ندن که اون فائق بشه بر انسان ها. ما یه اصطلاحی داریم، رشد پس از سانحه. رشد پس از سانحه زمانی اتفاق میفته که انسان ها وقتی که دچار مشکلاتی بحران هایی میشن، پس از عبور از اون مشکلات قدرتمندی میزان قدرتمندیشون برای اینکه دوباره پاشن و دوباره به زندگی ادامه بدن و از اون تهدید ها فرصت های برای زندگیشون بسازن بتونن استفاده کنن. پس بنابراین این شرایط رو ما میتونیم اینطوری نگاه کنیم که یه تهدیده، چه فرصت هایی من میتونم از این تهدید به دست بیارم و چه برنامه هایی رو میتونم بریزم که بعد از تموم شدن کرونا یا این شرایط من به یه بحران ها من بتونم فرصت رو ایجاد کنم در جهت رشد خودم. نوع نگاه و طرز تفکر معنای زندگی و فلسفه زندگی شرایطون خیلی خیلی مهمه. ما چطور معنا میکنیم، چطور نگاه میکنیم، چطور خودمون رو قوی نگه میداریم، تاب‌آوری خودمون رو تقویت میکنیم، همه اینها کمک میکنن که افرادی که دچار بحران شدیدی میشن بتونن از پسش بربیان. من فکر میکنم که خیلی مهمه اگر با خودمونم بلد نیستیم کمک بگیریم. کار ما روانشناسا و مشاورا همینه که دست فرد رو بگیریم و از اون بحرانی که وجود داره یا برخورد کرده کمک بکنیم که زوایای تاریک رو ببینه، توانمندی خودش رو ببینه. گاهی وقتی میبینه شرایط چه جوریه، یه بحران میاد ما اصلا یادمون میره که ما توانایی هایی داریم، توانمندی هایی داریم. دقیقاً. و وقتی یادمون میره زود تسلیم میشیم. پس بنابراین خیلی مسئله مهمیه که یک کسی کمک کنه توانایی فرد رو به خودش نشون بده. این کار ما متخصصین روانشناس و مشاوره و همکارامونه که فرد رو به خودش نشون بدن، مثل یه آینه باشن، فرد خودش رو ببینه، تواناییش رو ببینه، تجربه هاش رو یادآوری کنه به خودش. چون همه ما تو زندگیمون تجربه موفق داشتیم، همه ما تجربه داشتیم که به اینجا رسیدیم. پس اون تجربه ببخشید آذر جون، اصلا ما انسان ها بعضی موقع یادمون میره که چقدر استقامت داریم تو زندگی، چقدر توانایی هایی داریم تو زندگی که واقعا بعضی موقع یادمون میره اونا رو داریم و ازش بهره برداری نمی کنیم. و خب مشاورین مثل شما میتونن کمک کنن که خب انسان ها به اون توانایی های خودشون برسن و خودشناسی کنن و خودشون رو کامل بشناسن و دوست داشته باشن. خیلی قشنگ گفتیم شرمشون. واقعیت اینه که ما آینه میشیم، افراد خودشون رو ببینن، بیشتر خود اکتشاف اینجا صورت میگیره که خودشون رو کشف کنن، توانایی دارن، توانایی رو ببینن، توانایی رو تقویت بکنن. پس بنابراین وقتی کسی نمیتونه از پس مشکلات و بحران ها بر بیاد، یک راهکار اینه که کمک بگیره، از متخصصی کمک بگیره. میتونن کمک بگیرن از ما متخصصی تو این زمینه که توانمندیاشون رو کشف بکنن، تقویت بکنن و بتونن از اون استفاده بکنن در جهت پایش شدن به مشکلات و بحران های زندگیشون. بله همینطوری هم هست که من خیلی درست بود. مرسی عزیزم. دوستان عزیزی مثل شما ما در کنارشون خیلی چیزهایی یاد میگیریم.
آذرجون الان خودت شروع به کار کردی با توجه به مریضی که داشتی و الان دیگه روپا هستی و سرحال و زیبا مثل همیشه، شروع به کار کردی، میتونن دوستان مراجعه کنن بهت عزیزم؟ واقعیتش اینه که فعلا حضوری من مراجعه نمی‌بینم، ولی که خدا چرا آنلاین دارم کارامو شروع کردم انجام میدم، برای اینکه شاید هم تو که گفتم من 23 بیشتر از 23 ساله توی این مسیر دارم کار میکنم و واقعا به کارم خیلی عشق دارم، به مراجعانم خیلی عشق دارم، خیلی دوستشون دارم، کارم هم خیلی دوست دارم. تقریبا 7 ماهه که درگیر این مسئله هستم، خیلی کم شده بود کار کردن من، یعنی کاملا قطع شده بود. اخیرا چرا به صورت آنلاین فعلا شروع کردم، از ماه بعد خدا بخواد حضوریت تو آفیس خودم حتما مراجعه رو میبینم، خیلی خوشحال میشم دیدن اونا و جلسات داشتم با اونا به من انرژی مجدد میده. واقعا من بخشی از زندگی من مدیون مراجعه هم، چون ازشون خیلی یاد گرفتم. ما فقط کمک نمی کنیم که مراجعان ما خودشون رو کشف کنن، اونا هم به ما کمک می کنن، صحبت های اونا، تجارب زندگیشون، حتی یک گاهی وقتی تلنگر به ما می زنن، خودشون ممکنه متوجه نباشن، ولی وقتی جلسه تموم میشه ما فکر می کنیم که یه بودی از خودم رو شناختیم، یه بودی از وجود ما خودش کشف میشه. من خودم خیلی مدیون مراجعانم واقعا. آذر جان، اگه بخوایم که نتیجه گیری کنیم از صحبت‌های امروز، چند تا نکته کلیدی که فکر می‌کنی باید بگیم که نتیجه گیری بکنیم چه نکته؟ بذاری از اینجا شروع کنیم که البته واقعیتش اینه که من خودم در اونجا بگیم توصیه های زیادی بکنم، ولی تجربه زندگی من و تجربه کاری من و تجربه زیستی من می نشون میده که در این هستی همه چی امکان داره اتفاق بیفته، همه چی. اصلا من یادمه وقتی کار رو شروع کردم، مراجعانی ما می اومدن که من می گفتم دیگه این آخرشه، دیگه بدتر از این نمی تونه باشه. فردا می دیدم که نه بابا، یه چیزی دیگه هم وجود داره. یاد گرفتم که همیشه احتمال اتفاق هر چیزی وجود داره. این باعث شده که من آمادگی بیشتری برای مواجه شدن داشته باشم. پس این یک نوع طرز تفکره، ما ببینیم که هر اتفاق ممکن هر لحظه پیش بیاد و در خارج از کنترل ماست. لازمه که ما آمادگی داشته باشیم. آمادگی داشتن چند بُعد داره. از نظر فکری باید آماده باشیم، از نظر روانی باید آماده باشیم، از نظر انگیزشی و بدنی باید آماده باشیم. تو این شرایط بدن رو خیلی وقت ما فراموش میکنیم، بهش توجه نمیکنیم. یکی از افرادی که بدن رو توجه نمیکنه خود من بودم که اینقدر کار کشیدم از خودم، این اتفاق افتاد. فکر میکنم تناسب خیلی مسئله مهمیه. فرصت بدیم که تنمون رو به استراحت ببریم. بازی و تفریح، بازی و تفریح خیلی وقتا کمک کننده است برای اینکه انرژی ما دوباره تجدید بشه، تجدید قوا بکنه. مثلا بازی و تفریح، بازی و تفریح تفکر خلاق ما رو بیشتر میکنه. پیاژه میگه که بازی تفکر کودکه، یعنی بازی معمولا فکر رو ایجاد میکنه، فکر جدید رو ایجاد میکنه. از صحبتهایی که کردیم من فکر میکنم که خیلی لزوم داره که ما به طرز تفکر خودمون آشنا بشیم. چه جوری نگاه میکنم، چه جوری زندگی رو معنا میکنم، فلسفه زندگی من چیه، من چی میخوام، میخوام به کجا برسم، چقدر باید بودم، یه واقعیت هم وجود داره، چقدر باید بیستم، چقدر بینگ و بودن رو تجربه کنم، چقدر در زمان حال باید باشم، چقدر ذهنم رو آزاد کنم، درگیر مسائل زندگی نباشم اینقدر، ندوام اینقدر. پس بنابراین یکی از چیزهای مهم اینه که اول از خودمون شروع کنیم. به جای اینکه به دیگران و محیطمون بپردازیم، گاهی وقتا به ملاقات خودمون بریم، با خودمون آشتی کنیم و شرایط زندگی خودمون رو و نقش خودمون رو تو زندگی خودمون کشف بکنیم. من فکر میکنم مسیر سختیه، شناسی کنیم یک جورایی، اول خودمون رو بشناسیم تا بتونیم دیگران رو بشناسیم. کاملا وقتی که تواناییامون و محدودیتامون و ضعفامون و قوتامون رو شناسایی کردیم، اون وقت متوجه میشیم که چه کارهایی رو باید بکنیم بر اساس چیزی که اتفاق میفته. امیدوارم که جان بفرمایید.
من امیدوارم که صحبت ما مفید بوده باشه. خیلی زیاد، خیلی زیاد. من میخواستم در همین موضوع بگم که یه مثال جالب میزنن که اول خودت رو دوست داشته باش تا بتونی دیگران رو دوست داشته باشی. خب اول خودت رو که دوست داشته باشی، این توانایی‌های خودت رو بدونی، میتونی کمک کنی به دیگران، میتونی اطرافیانت رو دوست داشته باشی، عشق بورزی، عشق به زندگی داشته باشی، امید به زندگی داشته باشی و زندگیت رو پیش بری. من خیلی خوشحال هستم که شما رو داشتم تو برنامه و اینکه دعوت ما رو پذیرفتی، واقعا ممنونم. اگه نکته‌ای هست که جا مونده بفرمایید که ما به گوش هستیم. خواهش میکنم. من آخرین جمله رو دوست دارم بگم چون فکر میکنم این خیلی مهمه. نه، ما یادمون باشه که ما کاملا انسانی، نه انسانی کامل. انتظار کامل بودن از خودمون رو نداشته باشیم که اشتباه نکنیم. انتظار نداشته باشیم که خسته نشیم. انتظار نداشته باشیم که ضعف نداشته باشیم. تمام ضعف ها و نمیدونم خستگی ها مال انسان. چون ما کاملا انسانیم، اینا رو تجربه میکنیم. بپذیریم که کاملا انسانی و تجربه هامون رو استفاده بکنیم. وقتی خسته ایم استراحت کنیم. خیلی ناامید نباشیم چرا من خسته شدم. ضعف دارم، اشکالی نداره، قوت هایی رو داری، اونا بیشتر تقویت کن. بعضی وقتا به ما میگن که ضعفاتو تقویت کن، ضعفاتو از بین ببر. در صورتی که اگر توانمندی ها رو ما تقویت بکنیم و توانمندی رو تبدیل به یک مهارت بکنیم، تخصصی رفتار کنیم، خیلی زندگیمون موفق تر میشه. امیدوارم که شما تنتون سالم باشه. شهر رجوعی عزیز دلم که گذاشتین، از آقای ماهیچی من خیلی تشکر میکنم، از تلویزیون پرداز همینطور عزیزم. منم همینطور برای شما عزیز دل، انشالله بتونم حضوری ببینمت. البته تو ونکوور یکم کرونا ها کمتر شده، میتونیم که همدیگر حضوری ببینیم. واقعا خیلی خوشحالم که بودی تو برنامه ما و صحبت هایی که برای ما و بینندگان عزیزمون کردی بسیار سپاسگزارم. تو عزیز دل رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله با امید دیدار خیلی زود. به امید دیدار و آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما. مرسی عزیزم.